الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان معزز، برادران گرامی، جوانان ارجمند و هموطنان متدین و مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که انسان به دقت و صفات انسانی و به صفات بشری نظر بکند، بدون تردید و بدون شک انسان بزرگترین مظهر قدرت خداوند ثابت می شود. به همین لحاظ است که در قرآن پاک در آیات متعدد پیرامون تفکر در وجود و یا در خلقت انسانی، در صفات انسانی، در ویژگی ها و خصائص انسانی تأکید شده است. در یک آن واحد از فرشته بالاتر و در یک آن واحد از حیوان پایین تر، در یک آن واحد بدترین مفسد در روی زمین و در یک آن واحد بهترین مصلح در روی زمین، این همه جلوه و کرشمه قدرت الهی است که در وجود همین انسانی که از یک متر و چند سانتی قدرش تجاوز نمی کند، ولی همه قدرت های الهی را انسان در وجود خود مشاهده می کند. مشاهده به چشم ایمان، به چشم عبرت. وجود خودت بهترین کارخانه است و یا به عبارت دیگر صنعتی است از قوی ترین کارخانه و وارداتی است از بزرگترین کارخانه. این وسیله می شود به شناخت خالق آن کارخانه که تو را آفریده است. می بینیم که انسان در تحت عرش از سدرة المنتهى بالا می رود، در جایی که بزرگترین و معززترین فرشته خداوند در خدمت انسان است. میگه جبرئیل پیش شو، میگه یا رسول الله صلی الله علیک، اگر برابری یک موی قدم پیش بمانم، در حال خود نور است، جبرئیل نور است، حریق خواهم شد، نابود خواهم شد. و از این بالا مقام توست که مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، این هم انسان است. و در جانب دیگر انسان میبینیم از همان پدر و از همان مادر، آدم علیه السلام، حوا علیه السلام، انسان آفریده شده است که وقتی که تشبیه به حیوانات داده میشود در قرآن، حیوانات دست به تظاهرات میزنند
که اگر آن عقل و شایستگی که تو به انسان داده یا پروردگار، عقل و شایستگی به ما می بود، ما از احکام و قوانین تو پیروی می کردیم. الله جل ذکره می فرماید که یک دقیقه صبر، اولئک کل انعام، همین گونه انسانها، انسانهای مفسد، منحریف، منکر خالق، متجاوز، سرکش، طغیانگر، ناسپاس، به مثابه حیواناتند. نه خیر، بل هم اضل. از نظر قاموس عربی و قواعد زبان عربی کلمه بل افاده اضراب می کند، یک اصطلاح نحوی است. نه خیر، بلکه پایین تر. بنابراین می بینیم که در وجود انسان صفات متناقضی وجود دارد، صفات متعارضی وجود دارد: مشفق، رحیم، مهربان، بدبخت، سرکش، خون آشام، خیرخواه، ایثار کننده و فداکار، خودخواه، متجاوز و تباهکار، جواد، سخی، جوانمرد، بخیل، ممسک، کنجوس. شکل امو انسان است. بس اوقات میبینیم که جوانی انسانی بخیل و ممسک و کنجوس از جوانی و صورت و زیبایی انسانی جواد و سخی و جوانمرد خوبتر به نظر میآید. ولی این شکل فیزیکی انسان، وجود فیزیکی انسان مطرح نیست، انسانیت انسان مطرح است. در این شکل و در این وجود با همه حیوانات ما شریک هستیم. متشکل از سه نوع ماده: جامد، گاز و مایع. هیچ فرق ما بین انسان و حیوان در وجود فیزیکی وجود فرق وجود ندارد، اما صفاتی است، ویژگی هاییست، خصوصیت هاییست که قرآن گاهی زیر عنوان تکریم و گاهی زیر عنوان تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، بعناوین مختلف الله جل ذکره با آن صفات و ویژگی های والای انسانی اشاره میکنه. دوستان نهایت عزیز، از میان همه صفات و یا همه صفات متناقضی که در وجود انسان وجود دارد، به طور مختصر و یا فشرده دو صفت امروز در صحبتمان به بررسی میگیریم و از این دو صفت نتیجه گیری میکنیم که در اصلاح و در بهبود جامعه اگر این دو صفت رعایت شود چقدر نتایج و یا آثار مثبت بر جامعه بشری و خصوصا بر جامعه افغانی ما برمیگردد، و یا به عبارت دیگر رعایت این دو صفت در یک جامعه چقدر فوایدی دارد در اصلاح جامعه و در استقامت انسانها به سمت درست و توجیه به جاده صحیح. این دو صفت عبارت است از خوف و طمع. خوف و طمع در انسان دو صفت فطری است. هیچ انسانی وجود ندارد در روی زمین که او خوف نداشته باشد، و هیچ انسانی وجود ندارد که او طمع نداشته باشد. کلمه طمع گاگا در قرآن پاک
و لفظی رجا و کار برده شده است، امیدواری. اولائی که ارجون رحمته و یخافون عذابه، این بندگان خداوند کسانی اند که از رحمت پروردگار امیدوارند، طمع دارند و از عذاب خداوند هراسانند، می ترسند. تمام احکام و قوانین شرع و یا به عبارت فقهی تشریع و تقنین اسلامی استوار است بر همین اصل یا بر همین دو نکته، خوف و طمع. و در قرآن حتی در قضایایی که ارتباط میگیرد، در قضایای کونی و آفاقی و آنچه که ارتباط میگیرد با اسباب ارزاق و یا امیدواری هایی که خداوند جل ذکره روی اسباب در توسعه رزق انسان ها وضع کرده است، میبینیم که در اینجا هم دو کلمه به کار برده شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، ذاتی که نشان میدهد به شما آتشک را، وقتی که رعد و برق یا آتشک میشود در مقدمه باران. در اینجا دو چیز است، خوف و طمع. انسان خوف زده میشود بس اوقات. دو مفهوم دارد خوف، نشود که همین باران در ذات خود رحمت است، فانظر الى آثار رحمت الله، که خداوند باران در آیات متعدد بر رحمت یاد کرده است، نشود که همین رحمت به نقمه و یا عذاب مبدل شود. انسان خوف زده می باشد و طمعاً و همزمان امیدوار می باشد، این باران رحمت است انشاءالله، باعثی از بین بردن خشکسالی و توسعه رزق و فراوانی انشاءالله خواهد شد. میبینیم که در اینجا طبق طبیعت انسان، قرآن انسان را مورد خطاب قرار داده است. وقتی برمیگردیم به احکام شرع، روی همین دو اصل تشریع و تقنین اسلامی استوار است، رجا و خوف، به عبارت دیگر طمع که جزء فطرت انسان است و خوف که جزء فطرت انسان است. چرا نماز میخوانی؟ امیدوار هستم که خداوند از من راضی باشد. چرا روزه میگیری؟ امیدوار هستم که الله از من راضی شود و نعمتهایی را که در روز قیامت برای روزداران وعده فرموده است به من هم نصیب کند. چرا شراب نمیخوری؟ خوف دارم که عذاب خداوند شامل حال میشه. چرا قتل نمیکنی؟ از خوف خدا. ببینید که تشریع اسلامی و احکام و قوانین شرع استوار است بر همین دو اصل یا بر همین دو غریزه یا دو جزء فطرت انسان. ملان دوستای عزیز، ما چطور بتوانیم که در یک جامعه همین دو اصل را پیاده بسازیم؟ بیشتر اشاره شد که تقنین، قوانین. در قوانین شرع دو هدف اساسی در نظر گرفته شده است، و یا فلسفه و حکمت تقنین شرعی و یا وضع قوانین شرع از طرف خدا و رسول روی همین دو اصل است. او چیست؟ زجر و عبرت. زجر و عبرت. وقتی که قاتل قصاص می شود، برای قاتل زجر شد چون حیات انسانی را سلب کرد. عدالت الهی ایجاب می کند که بدون حق، وقتی که حیات انسانی را سلب کرد، باید حیاتش سلب شود تا برابری عدالت تامین شود. انسانی که سرقت می کند، حد بالاش اقامه می شود چون مرتکب جرمی بزرگی شد. و همچنین دیگر قوانین و خصوصا قوانین جزای اسلام. پس ما میبینیم که در شریعت
تمام احکام شرع قسمی که عرض کردیم روی دو نکته استوار بود است، خوف و طمع. خوف از دوزخ، از عذاب خداوند. طمع و یا آرزو امیدواری از جنت و از رضای پروردگار. چطور در جامعه ما همین دو اصل را پیاده بسازیم؟ در هر جامعه ای که این دو اصل احیا شود، در اونجا دیگه فساد رخت می بندد. بدون شک در هر جامعه ای که این دو اصل پیاده شود، تطبیق قانون به خاطر جزا، تطبیق مکافات در برابر کارهای خوب، خداوند جل ذکره به تو مکافات میده، جزای نیک میده. در برابر من عمل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن، کسی که کاری خوبی را انجام میده برابر است که مرد باشد یا زن باشد، ولی به شرطی از اینکه مؤمن باشد. بسیاری انسان هایی است که کارهای خوبی را انجام میده زیر عنوانی بشر دوستی، تداوی زخمی ها را میکنن و راه ها را اعمار میکنن، برای بشریت خدمتی بزرگی را انجام دادن. اگر در دنیا قبول است، به نزد خداوند قبول نیست، چون شرطی اساسی هر عمل به نزد پروردگار، شرطی اساسی وجود ایمان است. و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. الله جل ذکره وعده می سپارد که بدون شک برای همچنین انسانی که کاری خوبی را انجام داده است در پرتو ایمان به پروردگار، برای از او ما حیاتی را، بهترین حیاتی را تضمین می کنیم در دنیا. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. و در روز آخرت پاداش می دهیم، مکافات می دهیم در برابر اعمالی که انجام، بهتر از عمل خیری که انجام داده است. دوستای عزیز، وقتی که فطرت انسان بوده است، هر انسان طماع است و الله جل ذکره خالق انسان است، انسان خوب می شناسد. ناکامی قوانین وضعی هم از این نقطه آغاز می شود. چرا قوانین وضعی امروز در جهان ناکام است؟ علت اساسی، چون قانون کسی وضع می کند که خود مخلوق است. هیچ وقت یک رادیو نمی تواند که نظام خود پیش ببرد، یا خود چالان بکند، یا خود بند بکند، یا برای خود برنامه‌ای بسازد. چرا؟ توسط انسانی ساخته شده است. چطور انسان بتواند که خود مخلوق الله برای خود برنامه‌ای بسازد که او بر روشنی همان برنامه کامیاب و موفق باشد و جامعه‌ای که در او زندگی میکند از تمام جرم و جرائم پاک باشد؟ هرگز نه. اگر این طور می بود، به بعثت و فرستادن انبیا و تقنین آسمانی ضرورتی نمی بود. اینجاست که ما می بینیم در پیشرفته ترین کشور جهان از نظر قانون، گراف جرم به مراتب بالاتر است از یک کشور اسلامی، اگرچه در او کشور اسلامی قوانین شرعی متاسفانه پیاده نیست، ولی چون یک روشنی ایمانی وجود دارد، ایمان به پروردگار هست، اگر چندی که چراغ خیلی روشن است. این چراغ روشن خیلی ضعیف است، این چراغ خیلی ضعیف است. اگر این چراغ قوی باشد، و جامعه روشن می باشد. دوستای نهایت عزیز، شکست قوانین بشری امروز در برابر جرائم و جنایات هم از همین جا آغاز می شود که قوانین توسط خود انسان ساخته می شود. الله وقتی که خالق انسان است، تمام پرزجات انسان می داند. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
آیا نمیداند به اسرار و کنه انسان، او ذاتی که انسان را به قدرت خود آفرید؟ خیر، بلکه لطیف و خبیر است. در اینجا لطیف و معنای نهایت باریک بین و خبیر، صیغه مبالغه، با خبر و آگاه از تمام کیفیت انسان، از آنچه که در قلبها پنهان است. و هو علیم بذات الصدور. بنا ان وقتی که انسان را به کاری امر میکند، در او مصلحت انسانی است. از کاری منع میکند، در او مفسده انسانی است، ضرر است برای انسان. برمیگردیم به موضوع که ما چطور بتوانیم همین دو اصل را در جامعه خود پیاده بسازیم: مجازات و مکافات. مجازات سدی وقوع جرایم. چرا؟ مجازات خوف به بار میارد، چون تطبیق قانون شرع روی دو حکمت یا فلسفه اساسی است: زجر برای مجرم، عبرت برای دیگران. عبرت خود مستلزم خوف است. چرا قتل نمی کنی؟ قانون بالایم تطبیق میشه. چرا رشوت نمی خوری؟ قانون بالایم تطبیق میشه. چرا دست به اختلاس نمی زنی؟ قانون بالایم تطبیق میشه. اینجا هست که اصل مجازات و مکافات بهترین راه بیرون رفت از وضعیتی کنونی است که متاسفانه در وطن عزیز ما این اصل اولا مفهومی ندارد. میایم سری مکافات. مکافات به کی داده شود؟ اصلا مکافات چی معنا؟ پاداش. پاداش در برابر چیز؟ در اسلام عزیز مفتخاری وجود نداره. قطعا پولی که به جیبی تو می آید باید در برابری از او یا عوضی از او آبله کف دست باشد، یا عرق جبین و پیشانی باشد، و یا استخدام فکر، وقت و زحمت و تکلیف و کوشش. به همین لحاظ است که رهبری محبوب من صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر یک برادری مسلمان به تو چیزی را می بخشد، توفه می دهد، برش توفه بدی. یک چیز مفت نپذیر، برش توفه بدی. او به تو طور مثال یک جریب زمین از مال شخصی پدر میگه که خانه نداری، برادری مسلمان و غریب استی، ما یک نمرگه که نمیجا از این مال اصلی به اصطلاح لقمه حلال پدر به ما مانده است، یک نمر زمین ما به تو فقط به خاطر خداوند و دوستی ما و خودت برات بخشیدم. هیچ چیز نداشته باشی، از جیبت یک قلم بکش بگو که خو یک تحفه ناچیزی مارم شما بپذیرین. اگر هیچ چیز نداشته باشی، دستای خدا بالا کو، بگو پروردگارا در برابر لطف برادری من بالایش لطف کو. چرا میفرماید که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که تشکری از مردم و مسلمان نمی کند، گویا که شکر خداوند را به جا نکرده باشد. و قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. در برابر احسان و نیکی انسان باید از دروازه نیکی و احسان برخورد بکنه و پیش بیاید. دستای نهایت عزیز، اینجا هست که ما در جامعه ما لله الحمد استعداد افغانها، فکر نکنم که در دیگر ملت ها باشد، شاید به من بگوین که ژاپنی ها استعدادشان شاید از استعداد افغانها بالاتر باشد، نه خیر. این تعصب افغانی نیست، یک واقعیت است. او زمینه ای که برای ژاپنی ها مساعد شد، برای جرمن ها مساعد شد، برای فرانسوی ها مساعد شد، هرگز او زمینه متاسفانه برای افغان ها مساعد نشده است. وگرنه لله الحمد
استعداد افغان ها از استعداد خیلی ملل جهان بالاتر و فوقتر است. وقتی که ما در ازهر بودیم، جوانای افغان که می آمدن با وجودی که پراگنده یک بکگراند و خلفیه تحصیلی بسیار پراگنده و ضعیف داشتند، ولی در پالوی یک بچه مصری و یک محصل مصری که صنف اول فاکولته 12 سال به زبان عربی که زبانش از درس خوانده است، 12 سال، و امی بچه ای که پراگنده چند درسی پراگنده یا چند صنفی پراگنده را خوانده است یا چند کتابی را در چند مدرسه یا یک مدرسه خوانده است، در پلوی همین بچه ای که 12 سال به زبان مادری خود درس خوانده است میشیند آخر سال چهارم فاکولته، امی بچه افغان اول نمره یا دوم نمره. ما صدها مثال داریم الحمدلله. شکری الله از باب تحدیث نعمت میگم که الله میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت را که خداوند به تو ارزان فرموده است او را بیان کن. وقتی که من از دکترا مناقشه کردم و دفاع کردم، یک نفر گرم مرا در آغوشش گرفت، اساتیزه بودن، استاد بودن، گفت الاخ من الیمن، برادر از یمن هستی؟ گفتم خو از من اعلان شد نامم افغان هستم. ماشاءالله افغانی؟ گفتم بله. ما فکر کردم که از یمن هستی. گفتم یعنی در افغان ها استعداد نیست که به این مرتبه و این درجه شرفی اولای دیگری دکترا نائل شوند. گفتم نه الحمدلله ملتی هستن که واقعی. ولی تعجب میکنم با شما با وجودی حالتی که در وطنتان است، ای پریشانی، ای دربدری، ای خاکبسری، ای مهاجرت، ولی الحمدلله هر جا که میبینیم دکتری که از افغانستان مناقشه میکند یا ماستری یا محصلی که فارغ میشود لایقترین شاگرد میباشد و یا لایقترین فارغ میباشد. بینند دوستای عزیز، ولی ضرورت داریم به مساعد ساختن زمینهی به کار بردن استعدادها. به هر حال به همین قدر اکتفا میکنیم، دعا میکنیم که الله تعالی آنچو گفته شد و آنچو شنیده شد به درگاه خود قبول بکند. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، نه آن کن که فردا به میدان حشر تو ناشاد باشی و ما شرمسار. الهی به برکت این روزی پر فیض تمام برادران مؤمن و متدین و خواهران عزیز ما که در اینجا هستند و در هر گوشه و کنار کشور هستند، پروردگارا به زیارت حرمین شریفین، به کعبه مشرفه و روضه مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پروردگار همه را مشرف ساز. برادرانی که اگر مشرف شدند بارها برشان نصیب بکن. الهی از همگی ما راضی باش و راضی شو. الهی اختلافات را به وحدت و یک پارچگی مبدل بساز، نفرت را به محبت مبدل بساز. اللهم صل علی حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک.